19 خرداد ماه 1402 خورشیدی و 9 ژوئن 2023 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به نرمش جمهوری اسلامی در روابط منطقی و بین المللی همزمان با سرعت دادن به فعالیت های هسته‌ای و موشکیش. پرده آخرم آخر برنامه. درست در زمانی که رهبر جمهوری اسلامی مکرر از ضرورت امیدوار کردن مردم به ویژه جوانان به نظام حکومتیش میگه که یعنی مردم ناامید شدن باید اعتمادشون رو برگردوند، درست همین زمان است که یک رشته مذاکره و سازش با غرب و کشورهای منطقه رو مدیریت میکنه. همیشه همینطور بوده. نرمش قهرمانانه رو سال 92 سر ماجرای برجام خامنه‌ای زمانی مطرح کرد و برجام رو پذیرفت که تحریم ها بر صنعت نفت و شبکه بانکی ایران به حد بی سابقه رسیده بود و کمتر از یک سال قبلش، قبل از اینکه اعلام کرد نرمش قهرمانانه و داستان ها، بحران ارزی کشور برای اولین بار در طول عمر جمهوری اسلامی باعث اعتراض و اعتصاب سراسری بازار شد. خامنه ای در ببینین قبل از اینکه بگم خامنه ای 15 خرداد چی گفت، اینو عرض کنم. همین الان هم به قول اون هست آیت الله آشنای پرده آخر ما احمدی اصفهانی، همین الان هم اوضاع خیتست، خیلی خیتست برای جمهوری اسلامی. هفته پیش 15 خرداد 1402 چنان خامنه ای از ضرورت دمیدن امید از دل در دل جوانان گفت که همه فهمیدن که ریختن از بدن این نظام و ناامید شدن مردم به ویژه جوانان از هر گونه گشایشی در ایران به چنان مرحله خطرناکی برای جمهوری اسلامی رسیده که این حرفا رو میزنه. ببینیم بشنوین چند بار میگه ایمان و امید رو در مردم باید حفظ کرد. این وظیفه همه ماست. این همه حرف من با نخبگان، با هسته های انقلابی، با مجموعه های سیاسی، با همه آحاد مردم متحده. باید همه مون تلاش کنیم در این کشور ایمان و امید باید زنده بمانه. توصیه من تقویت ایمان و امیده و آماج دشمن هم همین ایمان و امیده. تلاش وسیع دشمنان که حالا یه چند جمله عرض خواهم کرد متوجه این است که ایمان و امید رو در مردم از بین ببره، ایمان مردم رو تضعیف کنه، شعله امید رو در دلهای مردم به خصوص جوانان خاموش کنه. ما توصیه میکنیم باید ایمان و امید رو تقویت کرد. توصیه فرمودن انگار ایمان و امید بدون ارتباط با اقتصاد و سیاست و آزادی های فردی و اجتماعی، امید و آینده به ویژه میتونه تقویت بشه یا ضعیف بشه، میتونه حکومت یا هر کسی همینطوری تقویتش کنه. من واقعا تا حالا فکر میکردم این رئیسی، رئیس جمهور همین آقا، از خودش در میاره، میگه دستور دادیم تا آخر هفته تورم بیاد پایین. از این ولی فقیهش یاد میگیره این کارو رو، این حرفا رو شنیدین دیگه. میگه توصیه ما این است که ایمان و امید را باید تقویت کرد. خب بکنی تو همین سخنرانی، حالا چرا این حرفا رو میزنه، باز به جنبش انقلابی مهسا پرداخت رهبر جمهوری اسلامی، باز مردم رو وابسته به دشمن و اراذل و اوباش و از اینجور چیزا نسبت داد، از بسیجی ها و هسته های چماغداری که تو خیابون و دانشگاه می زدن و می کشتن تمجید کرد، چون اگه این دستجات فاشیستی نباشن که نمی تونه با اعتراضات کف خیابون این حکومت مقابله کنه. دکتر محمود صادقی نماینده رد صلاحیت شده این مجلس در پاسخ به این بخش از حرفای خامنه‌ای در همین باره که عرض کردم نوشت
به جای اینکه معترضان را احساساتی، غافل، عراضل و اوباش، پادو و پیاده نظام دشمن بنامید، اندکی در شیوه حکمرانی خود که عامل اصلی نارضایتی مردم است اندیشه و بازنگری کنید. مشکلی نیست که اندیشه و بازنگری در کار نیست. خامنه‌ای به صراحت میگه در کار نیست. درباره مثلا حالا رفراندوم، یادتونه دیگه، همین دو ماه پیش بود گفت رفراندوم مفراندوم نداریم چون مردم عقلشون نمیرسه ارزیابی کنن. مثلا نه اعتقاد داره نه به صلاح نظامش، نظام مقدسش میدونه. مشکلی نیست که بازنگری که دکتر محمود صادقی میگه در کار نیست، این که روشنه. مشکل این است که هنوز واقعا به نظر میاد توهمی هست که احتمال داره بازنگری در شیوه حکمرانی صورت بگیره و به نظر میاد این توهم در دولت‌های منطقه و غرب هم وجود داره. خامنه‌ای خودش میگه جبهه بندی‌ها چه در داخل چه در جهان عوض نشده و نخواهد شد. جبهه بندی‌ها عوض نشده است، تغییر پیدا نکرده است و تغییر پیدا نخواهد کرد. هدف‌ها تغییر پیدا نمی‌کنه، جبهه بندی‌ها تغییر پیدا نمی‌کنه. جبهه دشمن، جبهه استکبار، جبهه زورگویی، جبهه صهیونیسم و قدرتمندان زورگو و متجاوز عالم امروز هم مثل دیروز در مقابل ملت ایران صف کشیدند. اینا رو میگه تا نتیجه بگیره که صفکشی جبهه دشمنان انقلاب اسلامی به اصطلاح از جمله معترضان به این حکومت که به گفته خامنه‌ای پیاده نظام همین دشمنانند وجود داره. پس ما برای دفاع از خود است که مردم رو ببخشید دشمن رو تو نیزارهای ماهشر به مسلسل میبندیم، این همه جوون رو تو خیابونا میکشیم و ناقص میکنیم، 20,000 نفر رو در عرض 3 ماه میندازیم زندان و شکنجه میکنیم، همین سال 1401 هسته های جهادی تشکیل میدیم، اسمش رو میذاریم هسته های مقاومت و ازشون تمجید میکنیم که اومدن اینقدر سرکوب خونین کردن اعتراض مردم بی سلاح و میلیاردها دلار روانه حزب الله و حوثی ها و جهادی ها میکنیم تا با این جبهه دشمن که میخواد ما رو زمین بزنه مقابله کنیم. وقتی هم کفگیرمون به ته دیگ میخوره، ریزش از بدنه نظام مقدسمون به مرحله خطرناکی میرسه، در یک کلام گیر میکنیم، عقب نشینی تاکتیکی میکنیم، بعد میگیم دشمن عقب نشینی کرد. این رو هم توجه داشته باشن، به خصوص جوانهای ما. دشمنی استکبار با ملت ایران با عقب نشینی های موضعی از بین نمی رود. بعضی اشتباه میکنن، خیال میکنن ما در فلان قضیه عقب نشینی کنیم، این موجب میشود که دشمنی آمریکا یا دشمنی استکبار جهانی یا صهیونیست‌ها با ما کمتر بشه. نه، این خطاست. این عقب نشینی تاکتیکی رو قبلا هم گفته بود، صریح‌تر گفته بود در 30 اردیبهشت 1402. بنده وقتی چند سال قبل از این گفتم نرمش قهرمانان بد فهمیده شد، هم بعضی ها در خارج بد فهمیدن، یه محاسبه دیگه کردن، در داخلم بعضی از خودامون بد فهمیدن معنی این رو. انعطاف یه جایی لازمه، باعث انجام بگیره. همون معنایی که ما در تقیه معنا کردیم در بحث امامت، بنده مفصل راجع به تقیه صحبت کردم. تقیه یعنی وقتی شما در یه جایی دارید حرکت میکنید به یه صخره میرسید که از اون عبور نمیتونید بکنید، یه راهی پیدا کنید از کنار صخره و عبور کنید. این انعطاف یعنی معناش این نیستش که ما از ادامه راه پرهیز کردیم و عقب نشینی کردیم. نه، به جنگ صخره نرفتیم، انعطاف پیدا کردیم، توانستیم راه دیگری رو پیدا کنیم.
راه دیگری رو برای رسیدن به هدف که اگه می رفتیم باید با صخره می جنگیدیم پیدا کردیم که بریم به سمت همون هدف، نه اینکه لااقل فعلا به دلیل تعهدهایی که به کشورهای دیگه دادیم از رفتن به سمت هدفی که در پیش گرفته بودیم پرهیز بکنیم. پنهانم نمی کنه که مبنای این کارش بر دروغ گفتن استواره، میگه تقیه می کنیم. تقیه یعنی چی؟ حالا فارغ از معانی قرآنی اون میتونین برین اهل تحقیق میتونن برن مفصل بخونن، من فقط از خمینی میخوام نقل قول کنم در کشف الاسرار صفحه 128 و 129 نوشته است: حکم تقیه از احکام قطعیه خداست. هر کس تقیه ندارد دین ندارد. تقیه آن است که انسان حکمی را برخلاف واقع بگوید، دروغ بگه، یا عملی را برخلاف میزان شریعت انجام دهد که به جهت حفظ کردن خون یا ناموس یا اموال خود یا دیگری باشد. ببخشید، حتی برخلاف میزان شریعت برای حفظ خود و اموال خود یا دیگری که منظور مسلمانان است، هم قولی شفاهی هم عملی منکر هر چیزی از جمله موازین شریعت بشو، و این همون تقیه است. از دروغای خمینی در نفلوشاتای پاریس درباره نوع حکومتی که مثل جمهوری فرانسه در ایران روی کار خواهد آمد، تا دروغای خامنه‌ای درباره جنبش‌های اعتراضی مردم که همه رو دستکار دشمن خارجی معرفی می‌کنه و می‌دونه که داره دروغ میگه، و کشتن ده‌ها هزار ایرانی با دستور علنی جلوگیری از ورود واکسن معتبر کرونا و بعد ادعای علنی دروغ اینکه غرب به ما واکسن نداد و و و اینا همه تقیه است در قاموس آقایون. حالا موضوع دیپلماسی هسته‌ای این حکومت و مناسباتش با دولت‌های دیگه است که با همین حکم قطعیه تقیه تا امروز پیش آمد. خب با این تقیه هرگز نمیشه هیچ قول و قرار و تعهد جمهوری اسلامی رو معتبر دونست. من نمیدونم وقتی که علی خامنه‌ای این حرفا رو میزنه چی رو اصلا باهاش جهان میشینه سر میز. میگه ما تقیه کردیم. بر اساس تقیه میتونه هر حرف بزنه، دروغ بوده باشه و عملا وقتی مصلحت ببینه خلاف اون قول و تعهد عمل کنه. از جمله فتوای خامنه‌ای درباره حرام بودن سلاح اتمی مثلا، یا اطلاعات قطره‌ای که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میده و در واقع بخش اعظم اطلاعات رو کتمان میکنه، مخفی میکنه، دروغ میگه و باعث میشه که هر چند ماه یک بار پرسش های تازه‌ای در گزارش این نهاد ناظر سازمان ملل متحد مطرح بشه درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. نمونهش همین گزارش های آبان و اسفند گذشته در اون دو گزارش فصلی آژانس، و همین گزارش دوشنبه پیش رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام این سازمان. حالا توضیح مختصری عرض خواهم کرد. ببینین، روال کار جمهوری اسلامی همیشه این بوده، به ویژه در این دو سه سال اخیر که جمهوری اسلامی در حال فعالیت کاملا پنهان از چشم آژانس بوده، روال کارش این بوده که درست قبل از جلسه شورای حکام که ممکنه قطعنامه صادر بشه و خود صدور قطعنامه عواقب داره، از جمله اینکه ممکنه بره شورای امنیت سازمان ملل و عواقب بیشتری برای جمهوری اسلامی و اصلا کل نظامش داشته باشه، درست قبل از اینکه جلسه فصلی شورای حکام تشکیل بشه که عرض کردم الان در جریانه در وین، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو دعوت میکنه ایران که تشریف بیارین صحبت کنیم درباره موضوعهای مورد اختلاف توافق کنیم. آقای گروسی که فعلا ایشون مدیر کل آژانس هستن میاد ایران و برمیگرده میگه گفتگوها مثبت بود، ایران توافق کرد که پرسش‌های باقی مانده را جواب بدهد. هیچ وقت هم به پرسش‌های اساسی این نهاد ناظر سازمان ملل جمهوری اسلامی جواب روشن شفاف نداد، از جمله درباره دلیل ذخیره‌سازی انبوه اورانیوم 60% و تولید اورانیوم فلزی که هر دو فقط مصرف تسلیحاتی دارن.
همین الان عرض کردم جلسه فصلی شورای حکام آژانس در وین، دو روز قبل از شروع این نشست که دوشنبه شروع شد، دوشنبه هفته پیش، گروسی رفت تهران دوباره به دعوت آقایون. وقتی برگشت، خب تو اونجا هم بیانیه با هم دادن و گفتن خب مبهم، البته گفتن خب همه چی درست میشه با اینا. برگشت آقای گروسی دوشنبه 15 خرداد در اولین روز نشست شورای حکام در وین گزارش داد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در روز دوشنبه 15 خرداد اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران طی 3 ماه بیش از 1/4 افزایش یافته. این ذخایر شامل اورانیوم غنی شده تا 20% و بیش از 100 کیلوگرم ذخایر اورانیوم با غنای بالا تا 60% است. طبق توافق بین المللی جمهوری اسلامی نباید بالای 3.5% در حد معینی غنی سازی کنه، چون نیازی نداره. گروسی اضافه کرد که آژانس به مدت 2 سال و 3 ماه قادر به انجام فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت بر برجام نبوده است. خب اینا رو میگه گروسی به شورای حکام. یه نکته دیگه اضافه میکنه. رافائل گروسی با تشریح آنچه گام‌های مثبت جمهوری اسلامی در بازگرداندن برخی از جنبه‌های نظارت هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نامید، به هیئت مدیره این نهاد گفت اما این تنها گوشه ای از آن چیزی است که ما پیش بینی می‌کردیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چندی پیش اعلام کرد که ایران پاسخی رضایت بخش درباره یکی از سایت‌های هسته‌ای خود به نام سایت مریوان در آباده فارس که در آن ذرات اورانیوم نزدیک به 84% غنی شده یافت شده بود ارائه کرده است. یک مقام ارشد آژانس گفت که وجود ذرات اورانیوم به دلیل وجود یک معدن و آزمایشگاه تحت مدیریت اتحاد شوروی سابق در آن مکان است و آژانس پرسش دیگری در این باره ندارد. یه همچین توضیح دادن، آژانس هم گفته ما قانع شدیم. خب اما در واکنش به این گزارش اسرائیل گفت آژانس تحت فشار جمهوری اسلامی است. آمریکا و 3 کشور قدرتمند اروپا معروف به ترویکا هم بدون اشاره به آن چه مدیر کل آژانس گام‌های مثبت جمهوری اسلامی توصیف کرد تند و باز. من به هیچ وجه من اینو بگم اینجا که آقای گروسی یا هر متخصص یا سیاستمدار دیگری، البته ایشون سیاستمدار نیست، خودش هم به وضوح میگه، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکی از شاخص‌ترین دانشمندان اتمی جهان، همیشه و با تیم بسیار خبره‌ای کار میکنه و مقید است به انجام وظایفش در حوزه فنی و بدون جانبداری سیاسی، در این هیچ شکی نیست. داریم صحبت از مجموع دیپلماسی هسته‌ای و دیپلماسی تقیه جمهوری اسلامی میکنیم. خب عرض کردم که گام‌های مثبت جمهوری اسلامی رو مدیر کل آژانس به شورای حکام گفت ولی اینها ناکافی بوده است و عرض کردم که اسرائیل بلافاصله واکنشش رو گفت اصلا آژانس تحت تاثیر جمهوری اسلامی است، تحت فشار جمهوری اسلامی است دقیقاً، و 3 کشور و آمریکا و 3 کشور ترویکا، 3 کشور قدرتمند اروپایی هم بدون اشاره به آنچه مدیر کل آژانس گام‌های مثبت جمهوری اسلامی توصیف کرد تند و واضح به جدی بودن خطر موقعیت فعلی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هشدار دادند. در بیانیه آمریکا آمده تولید اورانیوم غنی شده توسط ایران تا سطح 60% هیچ هدف باورپذیر صلح‌آمیزی ندارد. از زمان گزارش پیشین مدیر کل آژانس در اسفند 1401 ایران نتوانسته درباره ناهمخوانی مقدار مواد هسته‌ای اعلام شده در شکافت اورانیوم فلزی شفاف سازی کند. توضیحات غلط فنی ایران به کلی غیر قابل قبول است. 3 قدرت اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه‌شون با اشاره به کشف ذرات اورانیوم غنی شده تا نزدیک 84% در 6 ماه پیش از این در ایران
در بیانیهشون نوشتن این غنی‌سازی به شدت با سطح اعلام شده توسط ایران مغایرت داشته و تحولی بی سابقه و بسیار جدی بود که برای آن هیچ گونه توجیه غیر نظامی معتبری وجود ندارد. این همون موضوعی است که عرض کردم آژانس گفته بود حل شده و توضیح جمهوری اسلامی درباره اینکه اینا مربوط به دوره اتحاد شوروی سابق در ایران است و ربطی به ما نداره قبول کرده بود آژانس. حالا ما بعداً لازم است که به موضوع برنامه اتمی جمهوری اسلامی به طور مستقل بپردازیم. آنچه فقط خواستم اینجا گزارش کنم از این مقدمه این است که بازی دیپلماسی تقیه که جمهوری اسلامی داره پیش میبره دو نتیجه بیشتر نداره. یا غرب میپذیره که به جمهوری اسلامی تمکین کنه وقتی که آزمایش سلاح هسته‌ایش جمهوری اسلامی انجام بده، یا قبل از این که به این مرحله برسه غرب بهش حمله نظامی میکنه، حالا یا اسرائیل یا با هم، و بسا با حساب کردن روی این گزینه نظامی است که جمهوری اسلامی همزمان با این بحران هسته‌ای بر فعالیت‌های غیر متعارف موشکیش هم سرعت داده و هر بار که موشک جدیدی رو رونمایی میکنه میگه این موشک اینقدر ثانیه یا دقیقه به تل‌آویو میرسه، یعنی هدفش رو فوری اعلام میکنه. 4 خرداد موشک خرمشهر 4 به اسم خیبر رو آزمایش کرد. 16 خرداد موشک هایپرسونیک فتاح رو نمایی کرد که میگه 14 برابر مافوق صوت. حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه گفت موشک فتاح به دلیل نوع حرکت که در جهات و ارتفاع مختلف است توسط هیچ موشک قابل انهدام نیست. برای اینکه موشک‌های ضد موشک طبق یک بردار مشخص حرکت می‌کنند که البته سرعت آنها از سرعت کمی هم برخوردار است. برد این موشک فتاح 1400 کیلومتر است که در محدوده هدف به صورت دقیق اصابت می‌کند. او با تاکید بر اینکه فعالیت‌های موشکی از ابتدا تا کنون مورد حمایت و تایید فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای بوده و هست گفت زمانی که گزارش ساخت این موشک را خدمت ایشان ارائه کردیم معظم الله نمیدونم چرا اینا به علاوه‌ای که به محمد رضا شاه پهلوی داده میشد مخالفم حرفای چیزا فرمانده و فضای سپاه. زمانی که گزارش ساخت این موشک را خدمت رهبر ارائه کردیم معظم الله نام فتاح را برای این موشک برگزیدند. در خدمت آقای بابک تقوایی هستیم، نویسنده و روزنامه‌نگار و کارشناس امور دفاعی و نظامی. خوش آمدید آقای تقوایی. باز به امشب صفحه آخر بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم. آقای تقوایی، قبل از هر چیزی این اطلاعات که حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه میده درباره موشک فتاح یا موشک خیبر که هیچ موشکی نمیتونه فتاح رو به ویژه بزنه یا سپرهای دفاع ضد موشکی در هر جای کشورهایی که مثلا هدف قرار بگیرن از جمله اسرائیل یا هر کشور دیگری در منطقه، این سپرهای دفاع ضد موشکی قادر به جلوگیری از نفوذ فتاح و خیبر نیست، درسته؟ بله، خدمت شما عرض بکنم که این ادعا تا حدودی درسته، تا حدودی، ولی به طور 100% این سامانه های پدافند ضد موشکی نمیتونن جلوی این موشک های جدید رو بگیرن، ولی در شرایط خاص این امکان براشون وجود داره. ما در جنگ اوکراین هم دیدیم در شرایطی رخ داد که ما شاهد بودیم موشکی مثل کینژال با توسط سامانه پدافندی پاتریوت که در کیف مستقر بود دست کم یک فروندش ساقط شد، و بنابراین ما میتونیم بگیم که امکان ساقط کردن چنین موشک های هایپرسونیکی که خب قابلیت مانور پذیری دارن وقتی که مرحله دومشون جدا میشه از مرحله اول وجود داره، ولی زدنشون خیلی سخت تره.
بنابراین به همین دلیل هستش که ما شاهد ساخت و توسعه سامانه‌های پدافندی جدیدی هستیم برای مقابله با اینها. مثلا در اسرائیل ما شاهد توسعه سامانه ارو 4 هستیم و این سامانه قرار هستش که در برابر اون موشک هایپرسونیکی که واقعا هایپرسونیک هست، یعنی در مقایسه با این چیزی که حالا رونمایی کردم، قرار هستش که سپاه در برابر اون بتونه خب خیلی خوب عمل بکنه اروه 4. ولی سامانه های کنونی که در اسرائیل وجود داره مثل اروه 2 و 3 و همچنین تاد آمریکا که در کشورهای منطقه هستش یا کشورهای منطقه خودشون دارن، مثلا امارات متحده عربی داره یا عربستان سفارش داده قرار سامانه تاد رو دریافت بکنه، اینها میتونند یک موشک هایپرسونیکی مثل همینی که رونمایی کردن این هفته رو ساقط بکنن، اما خیلی براشون سخت‌تره. خب آقای درقایی گفتین که واقعا هایپرسونیک اگر باشه، یعنی اینا واقعا، اولا بگین هایپرسونیک یعنی چی مشخص؟ بله خدمت شما عرض بکنم که موشک های هایپرسونیک، خب تمام موشک های بالستیکی که ایران دارن از لحاظ سرعت هایپرسونیک هن. یعنی حتی همون موشک های شهاب 2 و 3 که حدود 20 سال پیش توسعه می دادن و الان منسوخ شده، به طور تکنیکی هر تمام موشک های بالستیک عمدتا هایپرسونیک هن. اما اون چیزی که یک سلاح استراتژیک هایپرسونیک ازش ساخته میشه، اون قابلیت مانورپذیری موشکه. یعنی موشک بالستیک وقتی که به هر حال پرواز میکنه، اون چیزی که باعث ساقط شدنش میشه توسط سامانهای پدافند موشکی، این پرواز منظمشه. یعنی شما راحت میتونی تشخیص بدی اگر موشک با فلان زاویه با فلان سرعت از فلان نقطه وارد میشه، در فلان دقیقه در کجا هستش که شما موشک ضد هوایی رو که شلیک میکنی به اون برخورد بکنه. اما موشک های هایپرسونیک قابلیت مانور پذیری دارن که اینا خودشون مدل های مختلف دارن، یعنی تسلیحات هایپرسونیک که خب ما شاهد هستیم. مثلا در کشور چین موشکی هستش به اسم DF-17 که این موشک خودش یک پهپاد هایپرسونیک رو میبره در ارتفاع پایینتر از حالا در ارتفاع خیلی پایینتر از این موشکی که سپاه رونمایی کرده، این پهپاد رها میکنه، این پهپاد گلاید میکنه، با سرعت 5 ماخ میره به سمت هدف. این چیزی که سپاه رونمایی کرده یک شیوه دیگه از هایپرسونیکه. اینا در حقیقت موشک بالستیک رو اومدن 2 مرحله کردن، روی مرحله دومش یک موتور قوی سوخت جامد کار گذاشتن که سرعتش رو به 13 ماخ میرسونه. یعنی اینا اومدن سرعتش رو به قدری بالا بردن که موشکای پدافندی ضد هوایی نتونن به اون اندازه حالا اینو ساقطش بکنن، و مهمتر از همه یه موتوری رو روش گذاشتن که روی این ماهواره بره، حالا سال پیش اینا تستش کرده بودن، این موتور یک حالت ما بهش میگیم تغییر بردار رانش، یعنی باعث میشه که اون حرکت منظمی که یه موشک بالستیک داره وقتی که در مرحله آخر میاد به سمت هدف رو نداشته باشه و حرکت بکنه. بنابراین سخت‌تر میشه اینو پیش بینی کرد در فلان زمان در کدام نقطه قرار میگیره. بنابراین این ویژگی موشک هایپرسونیک، یعنی سلاح هایپرسونیک رو این داره. اون فیلمی هم که نشون دادن که مرحلهش جدا میشه، ما میبینیم مرحله نخستش جدا میشه، موتورش روشن میشه، و یه فیلم دیگه ای هم که هستش نشون میده که این موشک میخوره اون مرحله دومش به هدف، یعنی نشون میده که واقعا نقطه زنه. یعنی تا اینجاش ما فهمیدیم که اینا دروغ نمیگفتن و سرعتش هم خب طبیعتا اون موتوری که گذاشتن روی مرحله دومش میتونه اون سرعت 13 ماخو برسونه. 13 ماخ همون سرعت صوت دیگه، درست عرض میکنم؟ بله 13 برابر سرعت، 13 برابر سرعت صوت. خب بعد میگین گفتین واقعا موشک های واقعا هایپرسونیک، یعنی آیا این فتاحی که همین سه شنبه چهار شنبه پیش رونمایی کردن و فیلمشو نشون دادن که بخششو دیدیم الان، واقعا هایپرسونیک نیست؟ اون چیزی که اینها قرار بود ما انتظارش داشتیم رونمایی بکنن اصطلاحا یک گلاید ویکل بود، یعنی یک پهپادی که گلاید بکنه و اون سرعت 5 ماخ داشته باشه با موتور، حالا موتورهای مختلفی میتونید داشت. خودشون یه انیمیشنی هم درست کرده بودن، یه تصویر گرافیکی تو بعضی از مراسماشون هم اینو نشون داده بودن که قرار بود این گلاید ویکل روی موشک سجیل 2 یا به هر حال سجیل 3 نصب بشه، ولی به نظر میرسه که اینا به جای اینکه اون موشک استراتژیک برد بلند رو نمایی بکنن، اومدن موشک تاکتیکی 1400 کیلومتری رو نمایی کردن. اون موشک خیلی سخت تره که
بتونن حالا ساقطش بکنن، به خاطر اینکه وقتی که اینا بیان از گلاید ویکل استفاده بکنن، ارتفاع رهاسازی اون مرحله، اون پهپادی که حالا سرعتش خیلی بالاه از موشک جدا میشه، خیلی پایین تر از این چیزیه که ما روی این موشک فتاح دیدیم. بنابراین رادارها نمیتونن اونو به همون راحتی که موشک فتاح رو میبینن مورد هدف قرار بدن. فتاح ترکیبی از یک موشک هایپرسونیک پیشرفته و یک موشک بالستیک تاکتیکی کلاسیکه، یعنی به طور واقعی اون چیزی نیستش که اینا دارن توسعه میدن و اسرائیل انتظارش رو داشته و داره و بنابراین سامانه ارو 4 رو داره به خاطر اون توسعه میده، نه این چیزی که الان فعلا اینا رونمایی کردن. بعد آیا به تولید انبوه رسونده جمهوری اسلامی همین موشک‌های تاکتیکی که 1400 کیلومتر برد داره و همین موشک فتاح؟ نظر میرسه این چیزی که تشخیص دادن این هستش که فعلا دست کم 10 تست صورت گرفته تا تونستن اینو به این مرحله برسونن، یعنی توسعه این موشک چیزی در حدود 4 یا 5 سال پیش شروع شده و خب بالاخره اینا رونمایی کردن. تولید انبوهش به نظر نمیرسه شروع شده باشه، اینا تازه اول راه هستن و ریت تولیدش هم اگر بخواد شروع بشه مثل همون موشکای خیبر شکن یا موشکای دو تا خانواده زلزال هستش و فاتح 313 که دو تا خانواده اصلی موشکای تاکتیکی مورد استفاده سپاه هستن که اینا خودشون به چند شاخه تبدیل میشن و خب طبیعتاً باید این موشک در صنایع شیخ باکری که در شرق تهرانه خط تولیدش همونجا قرار بگیره. بنابراین ریت تولیدش انقدر من فکر نمی کنم که اینا حالا بتونن تا آخر امسال 100 تیر تولید بکنن، یعنی به اون ریت تولیدی که موشکای فاتح 110 داشتن یا فاتح 313 داشتن برسه، ولی اینا تازه اول راهن، یعنی حالا پروتوتایپ ها رو تولید میکنن، پیش نمونه ها رو 10 فروند 20 فروند تست میکنن، وقتی که به نتیجه نهایی رسید اون موقع شاید از 1 سال تا 2 سال از حالا تولید انبوه شروع میشه. خیلی من داشتم درباره موشک فاتح، موشک های هایپرسونیک ببینم فاتح داشتم میخوندم، به نظر میاد که خیلی گرانه، گرانتر از موشک های دیگه از ساختش و نمیدونم چیزی در این باره الان روشن شده؟ خدمت شما عرض بکنم که خب اینها قیمت این موشک ها رو افشا نمی کنن و محرمانه نگه می دارن، ولی طبیعتا با تخمین اون موادی که حالا این استفاده می کنن و زحمتی که می بره و زمانی که صرف میشه، میشه گفتش که قاعدتا اینا هر کدومشون هر تیرش قیمتی بالاتر از 2 میلیون دلار داره و به هر حال اینها سلاحی هستن پیچیده گران قیمت و خب شما یه هواپیمای جنگنده که وقتی دارین، این هواپیما میتونه بره مثلا 100 بار 200 بار ماموریت انجام بده، همون اندازه سلاح رو استفاده بکنه، بمب بندازه روی حالا اهداف دشمن، ولی خب آسیب پذیر هستش، نیازمند سرکوب پدافند هوایی دشمن هستش، ولی این موشک ها یک بار مصرف میشه، شما یک بار استفاده میکنی دیگه نمیتونی، بنابراین این قیمت خیلی گرونی داره و اگر بخوایم بگیم اینها جایگزین یک نیروی هوایی بخوان بکنن موشک های بالستیک رو، یک نیروی هوایی بسیار گرون قیمت هستش و پر ضرر، چون شما اینو یک بار استفاده میکنی، حالا اون یک بار هم 10 تا تیر میزنی، 8 تاش رو ساقط میکنن، 2 تاش به هدف میخوره، خب 80% درست سرنشین نداره، ما جون یک خلبان رو حفظ میکنیم، ولی به هر حال هزینهش خیلی باله. ببینین حالا اگه فرصت بشه بعد میگردیم به صنایع موشکی جمهوری اسلامی. من بذارین سوالایی که مد نظرمه در پیوند با همین توانایی های هوایی در واقع جمهوری اسلامی، هفته نامه فرانسوی لوپوان هفته پیش گزارش منتشر کرد مفصل از فروش 2 هواپیمای بازنشسته نیرو هوایی فرانسه به جمهوری اسلامی. من یه تیکه کوتاهش رو خدمت رو میخونم که بعد جزئیات رو میخوام که چون اون مقاله بیشتر رفته توی دیپلماسی و اینا، میخوام جزئیات از شما بشنوم. نوشته از فروش 2 فروند هواپیمای A340 نیروی هوایی فرانسه با نشان جمهوری فرانسه به یک شرکت ایرانی
واگذار شد. این دو هواپیما در سال 2020 توسط وزارت دفاع فرانسه از رده خارج شده بودند و در یک مزایده هر کدام به قیمت بیش از 400 هزار یورو به شرکت فرانسوی ظاهراً غیر دولتی LMOAGO فروخته شدند. در هفته های اخیر این دو هواپیما به اندونزی پرواز کردند، سپس در مالی توقف کردند و بعد در 23 می 2023 یعنی میشه چقدر می جون کمتر از یه ماه پیش در جمهوری اسلامی فرود آمدند. چی بود ماجرا آقای تقوایی عزیز؟ بله، خدمت شما عرض بکنم که ما روز دوم خرداد در این وبسایت هایی که میشه هواپیماهای غیر نظامی رو رهگیری کرد، حالا چه نظامی چه غیر نظامی، دیدیم که دو فروند هواپیما از فرودگاه جاوا غربی در اندونزی، دو فروند ایرباس 340 با علائم ثبت کشور مالی پرواز کردند و بعد از اینکه این هواپیما از حریم هوایی هند خارج شدن، دستگاه های فرستنده شون خاموش شد و خب این چیزی بودش که ما مشکوک شدیم این هواپیما ها ممکنه که به ایران رفته باشن. خب تحقیقات نشون دادش که حالا استعلامی که صورت گرفت از سازمان هواپیمای کشوری یا جاهای مختلف نشون دادش که این هواپیما به ایران اومده، جاشون دقیقا مشخص نبود، تا اینکه تصاویر ماهواره‌ای نشون دادش که این هواپیماها به فرودگاه چابهار اومدن، به بخش غیر نظامی پایگاه دهم شکاری تاکتیکی نیروی هوایی ارتش در جنوب شرق ایران وارد شدن روز 23 می یا دوم خرداد. یک روز بعد از اون خب کسی که این هواپیماها رو خریداری کرده بود، کمک کرده بود برای خریداریشون، سفر میکنه از تهران و میره به چابهار و به اتفاق یکی از این هواپیماها با توجه به اینکه جای پارک در فرودگاه چابهار محدود بوده به بندر عباس میرن و اون رو در بخش جنوبی پایگاه نهم شکاری تاکتیکی اصطلاحاً نیروی هوایی ارتش پارک میکنن، در بخش غیر نظامی فرودگاه بندر عباس فرودگاه بین‌المللی پارکش میکنن. این دو تا هواپیما سال 2020 از رده خارج شده بودن به خاطر اینکه هزینه های تعمیر نگهداریشون در نیروی هوایی فرانسه بالا رفته بود، هم به خاطر سنشون، خب جفتشون ساخت سال 1995 هستن، الان 28 سال سنشون هستش، هر کدوم از این هواپیماها 4 تا موتور CFM56 داره، در مقایسه با هواپیماهای پیکر کنونی که اکثرا دو موتور هستن مصرف سوختشون بالاتر بود، هزینه های تعمیر نگهداریشون هم بیشتر بود. در نیروی هوایی فرانسه تصمیم گرفتن که این هواپیماها رو با ایرباس 330 جایگزین بکنن و بنابراین سال 2020 هر جفتشون رو خارج کردن از رده و به حراج گذاشتن با قیمت پایه 80,000 یورو و خب در حراج شرکت LMOAGO اینا رو دونه حدود 420,000 یورو خریداری میکنه و خب ظاهراً اینطور که به نظر میرسه شرکت هواپیمایی ماهان که خب خریدار این هواپیماها بوده برای دولت جمهوری اسلامی، برای آشیانه جمهوری اسلامی و شرکت هواپیمایی معراج اون، اینها رو از شرکت LMOAGO با استفاده از یک شرکت سوری، اینطور که گفته میشه یک شرکت ساختگی خودش در اندونزی و یک شرکت ساختگی دیگه در مالی خریداری میکنه. حالا اینا میان این هواپیماها رو به محض خریداری کردن در سال 2022 به بهانه اینکه قرار هستش در اندونزی اوبرهال بشن، اینها رو همون سال 2022 یعنی سال گذشته میلادی به فرودگاه جاوای غربی منتقل میکنه. این هواپیماها به مدت یک سال در این فرودگاه زمینگیر بودن و حدود اگر اشتباه نکنم 5 یا 6 ماه پیش بودش که خب علائم نیروی هوایی فرانسه از روی اینا پاک میشه، رنگ سفید روی اینها زده میشه و یک هفته قبل از انتقال این هواپیماها به ایران میان با استیکر روی اینها علائم شماره اصطلاحاً علائم ثبت کشور مالی رو میزنن، یعنی با برچسب روی علائم ثبت فرانسویشون و درست روزی که ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش به جاکارتا رفته بودن و با رئیس جمهور اندونزی دیدار داشتن، این هواپیماها درست در همون زمانی که
ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش بود مجوز خروج از مالزی پیدا میکنن. همین تصویرش رو مشاهده میکنم، یکی از این دو فروند هستش که خودم تهیه کردم، و این هواپیماها درست همزمان با سفر ابراهیم رئیسی پرواز میکنن به سمت ایران. حالا سرویس اطلاعاتی اندونزی گفته میشه که خب مانع از خروج اینها شده بوده ماها، و درست همون روز اینها تونستن که حالا مجوزش رو دریافت بکنن از طرف اندونزیایی، به بهانه اینکه اینها به سمت مالی پرواز میکردن مسیر رو کش کردن و به سمت ایران پرواز کردن. و خب شخصی هم که در خرید اینها دخیل بوده مهدی مغفوری هستش، یکی از مدیران شرکت هواپیمایی ماهان، یک سردار بازنشسته اصطلاحاً نیروی هوافضای سپاه پاسداران که خب یک بیزینس بسیار بزرگی برای خرید و فروش هواپیماهای دست دوم رو میچرخونه، و بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی در ایران من جمله آشیانه جمهوری که متعلق به دولت هستش و هواپیمای VIP شامل ایرباس 340 مورد استفاده ابراهیم رئیسی رو اصطلاحاً تحت بهره برداری قرار داره، این دوتا هواپیما رو با کمک ماهانر تهیه کرده و قراره به عنوان هواپیمای بکاپ برای پشتیبان برای هواپیمای دولت اینها استفاده بشن. یک فروند احتمالاً منبع قطعه بشه و فروند دیگه عملیاتی بشه. ببینین آقای تقوایی، اولا 420 هزار یورو شرکت المو هایرو فرانسه از ارتش فرانسه این دوتا هواپیما رو میخره، یعنی تو مزایده. چقدر به ایران میفروشن اینا رو خلاصه؟ حقیقتا خیلی سخت، من با این شرکت تماس گرفتم از ترسشون هیچ جوابی ندادن تا به امروز. قیمتش باید چقدر باشه؟ حالا فارغ از اون مزایده ای که گذاشتن و اینو 80 هزار تا شما گفتین تا 420 هزار یورو رفته بالا، قاعدتا باید چه قیمت؟ من حدودا فکر میکنم که دونه 1 میلیون فروخته باشن قیمتش هستش، چون قیمت موتورهای این هواپیما بیشتر از خودشه، یعنی ارزش موتورها خیلی بیشتر از کل این هواپیماست، این 4 تا موتوری که روش داره، و میشه با کمک این 4 تا موتور چند فروند دیگه که زمین گیره توی ماهان شرکت هواپیمایی ماهان، یا اون مثال میزنم شرکت هواپیمایی ماهان هفته گذشته اینها اومدن تعمیر یک فروند ایرباس 340 که در اختیار شرکت هواپیمایی سوریه قرار دادن رو تموم کردن. خب این قطعات نیاز داره و قطعاتش از طریق این هواپیماهای فرسوده‌ای که خریداری میکنن تعمیر میشه. خب به صرفشون هستش که از اگر 2 فروند میخرن، مثل اون 4 فروند ایرباس 340 سابق ترکیش لاینز که ابتدای سال میلادی کنونی وارد کردن از طریق آفریقای جنوبی، اینها اومدن این 2 فروند رو هم وارد کردن و خب 1 فروند رو به احتمال زیاد اوراق میکنن و 1 فروند دیگر رو عملیاتی میکنن. های تقوایی، من حالا خرید و فروش هواپیما توسط کشور و دولت‌ها لااقل برای من جذابیتی نداره. تنها چیزی که برام مطرحه که ازتون سوال کردم در این باره این است که فروش بوئینگ و ایرباس فقط با مجوز خزانه‌داری آمریکا میتونه عملی بشه، و چون تو همش هم سهام داره تو هر شرکت هواپیما، تو هر تولید هواپیما که سهام داره آمریکا، اگه 10% بیشتر باشه چنان که میدانید سهامش، میتونه جلوی اونو بگیره. و هواپیما میخواد غیر نظامی باشه، میخواد نظامی باشه. حالا از این هواپیماها که جمهوری اسلامی به فرمایش شما میخواد استفاده غیر نظامی بکنه، حالا استفاده دولتی بکنه، ارتش فرانسه استفاده میکرده، ما نیروی هوایی فرانسه بودن، یعنی هر دوانه بودن خلاصه. حالا چجوری اینا فروخته میشه به ایران وقتی که شما ردیابیش کردین از اول؟ دستگاه اطلاعاتی آمریکا و اروپا و اسرائیل و همه ردیابی کردن. خب وقتی که اینا تحریمه چجوری فروخته میشه و میره مقصد؟ بله، خدمت شما عرض بکنم که خب در ماهای اخیر اون چیزی که من مشاهده کردم، از یک سو نظارت بر تحریم هایی که حالا وجود داره به خصوص بر علیه شرکت هواپیمای ماهان که از سال 2011 تحت تحریمه به خاطر اینکه عملیات های سپاه قدس رو ساپورت میکنه، پشتیبانی میکنه، اندکی شدتش کمتر شده نظارت بر اینها به خصوص از سوی وزارت امور خارجه آمریکا. درباره خیلی از این خرید و فروش ها اینا مطلع هستن، ولی خب اقدام آنچنانی انجام نمیدن. از سوی دیگه یک شرایطی مهیا شده در آفریقا
بعضی از کشورهایی که قبلا تحت نفوذ دولت آمریکا یا فرانسه بودند، مخصوصا مالی و بورکینافاسو و بوروندی، اینها کشورهایی هستند که الان شرکت هواپیمایی ماهان و یا دلالان دیگه، بازرگانان دیگه به راحتی در این کشورها میان شرکت‌های سوری ثبت می‌کنند و با استفاده از این شرکت‌های سوری و یا حتی شرکت‌هایی که واقعا در این کشورها وجود دارن میان هواپیمایی خریداری می‌کنن و به ایران می‌فرستن که ما در 3 سال اخیر شاهدش بودیم. این هم صورت گرفته به وفور و همینطور که من خبر دارم این هم قراره در ماه‌های آینده هم تشدید بشه. خب دولت آمریکا یک واهمه‌ای که دارم میگم ما انقدر قدرت نداریم که روی یک کشوری مثل مالی که الان تحت نفوذ روسیه قرار گرفته انقدر فشار بیاریم از لحاظ سیاسی و میترسن این امر باعث بشه که مالی بیش از پیش نزدیک بشه به سوریه، خب به روسیه. و خب ما شاهد هستیم که گروه واگنر الان جای نیروهای نظامی آمریکا، فرانسه و غیره رو گرفته و تجهیزات خودشون رو هم وارد مالی کردن و این مسائل. این شاید که در این کشورها وجود داره فرصت رو برای ماهان و دلالهاش و دلالهای وابسته به ماهان و بازرگانان وابسته به سپاه فراهم کرده و اینها دارن پشت سر هم هواپیما میارن. بعضی هم که در از کشورهای اروپایی میارن مثل صربستان و یا کشورهای دیگه، یا هلیکوپتر از ایتالیا به واسطه سوئد میخرن وارد میکنن، یا از قزاقستان به واسطه آلمان هلیکوپتر خریداری میکنن و اخیراً یک فروند وارد کردن برای یک شرکت وابسته به سپاه. و خب اینها نظارت دولت آمریکا، وزارت امور خارجش نظارتش رو کمتر کرده و یکم آسون گرفته به اینها. و تا زمانی که پول داره جمهوری اسلامی هم خوب این کارا رو میکنه. یه نکته رو من عرض کنم در پیوند با فرمایشات شما خدمت بینندگان عرض میکنم که اون فردی که سپاهی بازنشسته که در واقع دلال هواپیماهای دست دوم برای جمهوری اسلامی ایران است، یکی از دلالا مهدی مغفوری رو روح الله زم یادش بخیر روزنامه‌نگار ارزشمند اعدام شده به دست جمهوری اسلامی در آمد نیوز او رو افشا کرده بود که نوشته عکس مهدی مظفری رو برای اولین بار علنی می‌کنم و کنارش نوشت تصویری بسیار کمیاب از پاسدار خلبان بازنشسته مهدی مغفوری، مغز متفکر شرکت هواپیمایی ماهان که هماهنگی‌های اعزام بار، تجهیزات نظامی و حتی تمامی پروتکل‌های دور زدن تحریم‌ها توسط این فرد برنامه‌ریزی می‌شود. در پشت نام عرب نژاد رئیس هیئت مدیره ماهان، مغفوری در سایه و پنهان همه امور و زمام امور را در دست دارد. مهدی مغفوری تنها کسی است که مستقیماً با شورای امنیت کشور و یعنی شورای عالی امنیت ملی منظوره و وزارت اطلاعات جلسات خصوصی دارد و ماهان تصمیمات این فرد را تایید می کند. مغفوری کرمانی است و فرد بسیار امین و نزدیک به قاسم سلیمانی است. شرکت ماهان در دوسلدورف آلمان یک دفتر پوششی محرمانه با دستور مهدی مغفوری دارد. این در پیوند با اون دو هواپیمایی که شما فرمودید آقای تقوایی که رفته بود چابهار رو تحویل گرفته بود و بندر عباس از این صحبت باری. ببینید حالا این دو هواپیما با توضیحاتی که شما دادین، آیا به طور کلی سوال اینه غرب فروش هواپیما نظامی و غیر نظامی به جمهوری اسلامی رو به عنوان یک پروژه مورد توافق داره اجرا میکنه؟ حالا شما میگین چشاشو میبنده، حالا از طریق دلال و کشور سوم مثل اونها همین دوتا دیگه بفرمایید. بله خدمت شما عرض بکنم که این چیزی که من حس میکنم، البته تخصص من مسائل نظامی و هوانوردی هستش، ولی خب در حوزه های دیگه هم دیدم که سختگیری ها کمتر شده، یعنی فقط در بحث هوانوردی نبوده، سختگیری در بحث کشتیرانی بسیار آسون شده. مثلا به اندونزی دیگه سخت نمیگیرن برای سوخت رسانی به کشتی های تجاری ایرانی که به کشورهای دیگه مثل استرالیا میرن و در استرالیا امکان سوخت گیریشون وجود نداره. در زمینه‌های دیگه هم وجود داره، یعنی اون فشار حد اکثری که در دوران ترامپ مد نظرشون بود که در همه جوانب بخوان فشار بیارن دیگه در دوران بایدن وجود نداره. ولی در بحث تجهیزات نظامی مثل موشک‌های زمین به هوا، انواع تسلیحات سبک سنگین، اینها هنوز این محدودیت‌ها
به شکل سخت و سخت بسیار وجود داره و البته تمایلی هم از داخل ایران وجود نداره که حالا بخوان نه بودجش نه هزینش که بخوان برخی از تسلیحات عمده نظامی رو بخوان خریداری بکنن، بجز به طور محدود برای نیروهای چهارگانه سپاه پاسداران، نیروهای سگانه نظامی سپاه پاسداران برخی از تجهیزات کوچک مثل هلیکوپترهایی که هلیکوپترهای بل 412 خریداری شده توسط شرکتهایی که افراد بازنشسته از وزارت دفاع جمهوری اسلامی مدیریتشون رو در جزیره کیش یا جاهای دیگه بر عهده دارن، اینها رو خریداری کردن و تحویل نیروی دریایی سپاه دادن و با همون هلیکوپترهای آمریکایی ایتالیایی هم میرن و کشتیهای تجاری رو توقیف میکنن در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان. آقای تقوایی، آیا حضور نظامی آمریکا و اصولا غرب در منطقه به ویژه خلیج فارس و دریای عمان کمتر از گذشته شده؟ بله بله، این امر به شدت کمتر شده. کمتر شدن حضور نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه از زمان ترامپ شروع شد، ریاست جمهوری ترامپ شروع شد، اما شدت این امر بعد از حمله نظامی روسیه به اوکراین بسیار زیاد شد. خب تصاویر ماهواره‌ای رو ما قبل و بعد از حمله مشاهده میکنیم، به فاصله زمانی یک ماه میتونیم ببینیم که در پایگاه هوایی مثل الزفره در امارات متحده عربی، خب تمام هواپیمای سوخت‌رسان سنگین KC-10 که اونجا مستقر بودن از نیروی هوایی آمریکا، همه اونا منتقل شدن به خاک اروپا و یا به خاک اصلی آمریکا. در پایگاه هوایی الودید قطر ما معمولا بین 25 تا 26 فروند، همینطور که در فیلم مشاهده میکنیم، هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 R و T داشتیم که اینها وظیفه پشتیبانی از جنگنده های مستقر در منطقه رو بر عهده داشتن، جنگنده های نیروی هوایی آمریکا و نیروی دریایی آمریکا. الان یه چیزی در حدود فقط 12 فروند در پایگاه هوایی الودعید باقی مونده و عمده جنگنده های نیروی هوایی آمریکا هم که در منطقه باقی مونده عمدتاً در پایگاه هوایی اصطلاحاً بهش میگن شهید موفق سلطی در اردن هستن و برای پشتیبانی از عملیات ضد داعش عزم راسخ اونجا مستقر هستن و همچنین حفاظت از نیروهای آمریکایی در خاک سوریه. و خب دیگه اون آرایش تهاجمی و آرایشی که بخوان حمله در عمق خاک ایران انجام بدن در کشور در امارات متحده عربی، قطر و حتی عربستان سعودی، ما نمیبینیم جنگنده های آمریکایی که اینا در اینجاها هواپیمای آمریکایی که مستقر هستن داشته باشن. و ما بعد از ماها شاهد حضور 12 فروند هواپیمای A-10 جت های پشتیبانی نزدیک هوایی بودیم در پایگاه هوایی الزفره امارات متحده عربی. اینها در ماه مارس، اواخر ماه مارس اعزام شدن به این پایگاه و وظیفه‌شون دفاع از نیروی دریایی آمریکا در برابر تهدیدهای نیروی دریایی سپاه پاسداران هستش، به خصوص قایق‌های تندروشون. و این هواپیماها برای عملیات در آسمون ایران مناسب نیستن و در حقیقت استفاده دفاعی دارن. بنابراین حضور نظامی آمریکا در منطقه بسیار کاهش پیدا کرده در مقایسه با قبل از تهاجم روسیه به اوکراین. و جاشو چی گرفته آقای تقوایی؟ خب ما شاهد هستیم که در این بازه‌های زمانی، خب آمریکا اومده و بمب افکن‌های B-52 خودش رو پرواز میده در رزمایش‌های مختلف بر فراز خاورمیانه که هنوز بگه اون آمادگی رو داره برای حمله به آسمون ایران و خب نشون بده به کشوری مثل اسرائیل که خب پیمان دفاعی داره باهاش که بگه ما هنوز پشتیبانی نظامی و دفاعی می‌کنیم در صورت اینکه اسرائیل اگر درگیر بشه با نیروهای منطقه‌ای سپاه پاسداران. ولی خب عمده پایگاه‌ها خالی شده، یعنی اگر ما رمپ‌های پروازی پایگاه الودعید و الزفره رو نگاه بکنیم، این مثل گذشته آنچنان جنگنده های آمریکایی و هواپیماهای سوخت‌رسان به اندازه قبل حضور ندارن. آقای تقوایی، چقدر اسرائیل میتونه رو همراهی آمریکا در حمله نظامی احتمالی به تاسیسات هسته‌ای یا نظامی جمهوری اسلامی حساب بکنه؟ بله، خدمت شما عرض بکنم که آمریکا نیروهای نظامیش الان درگیر جنگ اوکراین و تهدید چین برای تایوان هستند، تمرکزشون بر روی این دو مسئله هستش و خب طبیعتاً عمده هواپیماهای نظامی هم که گسترش دادن در سرتاسر جهان به خاک اروپا و کشورهایی مثل کره جنوبی و ژاپن و جزایری که در اقیانوس آرام
حالا هستند منتهی میشه. و خب بنابراین ارزش خاورمیانه، ارزش راهبردی که داشته برای آمریکا دیگه به اندازه قبل نیستش و خب به همین دلیل و تنها متحد استراتژیکی که برای آمریکا مونده در منطقه خب اسرائیل هستش، پیمانهای دفاعی دارن ولی خب آمریکا تمایلی نداره که در حال حاضر در بازه کنونی، در بازه زمانی کنونی بخواد که اسرائیل دست به حمله نظامی بزنه به خاک ایران و طبیعتا اگر بزنه خب یک دردسر بزرگی برای نیروهای نظامی آمریکا ایجاد میشه با توجه به مشغولیتی که الان دارن و مجبور هستن به طور محدود هم که شده پشتیبانی بکنن اما در راستای دفاع از اسرائیل که خب به هر حال اونقدر ممکن نیست، شاید نتونن حالا یک جنگ جهانی سوم که گفته میشه یا حالا یک مشکل، یک جنگ طولانی دیگر رو در منطقه خاورمیانه بتونن پشتیبانی بکنن. بنابراین تمام تلاش دولت آمریکا این هستش که شاهد درگیری نظامی الان نباشن بین اسرائیل و رژیم جمهوری اسلامی و نیروهای نظامیش و نیروهای پراکسیش و به همین دلیل خب اینها دارن با استفاده از اون دیپلماسی که دارن حالا گفته میشه دارن مذاکراتی میکنن، حالا سعی میکنن که این به خیر و خوشی تموم بشه. آقای تقوایی، به نظر میاد که بیش از این که در واقع تصمیمات سیاسی بشه، لااقل درباره این کم کردن توان نظامی در منطقه به وسیله آمریکا، بیشتر جنگ اوکراین است که مجبور شده نیروهاش در واقع خارج بکنه، نه اینکه در واقع هدفش این باشه خب جار خالی بکنه برای جمهوری اسلامی. حالا اولا اگر درسته بفرمایین، ولی چون زمان کمه من سوال بعدی من بکنم. سوال بعدی من این است که طبیعتا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که الان به مرحله خطرناکی هم خیلی خطرناکتر از پیش رسیده، به طور طبیعی بیشترین نگرانی رو اسرائیل داره، مخصوصا با توجه به موشک‌های با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای که جمهوری اسلامی داره. آیا با همه توضیحاتی که دادین، دو دقیقه وقت داریم، اسرائیل ممکنه بدون همراهی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی حمله نظامی کنه؟ میتواند این کارو بکنه؟ خیر، بدون همکاری آمریکا اسرائیل توانایی انجام حمله نظامی به خاک ایران رو نخواهد داشت. محدودیت‌هایی داره نیروی هوایی اسرائیل، به خصوص در بحث هواپیماهای سوخت‌رسان و هواپیماهای سوخت‌رسان نیروی هوایی اسرائیل در حال حاضر محدود هستن به 6 فروند هواپیمای بوئینگ 707. طبیعتاً اگر قرار باشه حمله‌ای به خاک ایران صورت بگیره، نیازمند سوخت‌گیری هستن هواپیماهای اسرائیلی و طبیعتاً نیروی هوایی آمریکا باید هواپیماهای سوخت‌رسان تامین بکنه. ولی ما شاهد هستیم در منطقه نه تنها سوخت‌رسان‌ها کمتر شده، بلکه آمریکا تلاش می‌کنه با دیپلماسی جلوی درگیری نظامی بین این دو کشور رو بگیره. همچنین حمله نظامی ممکنه اینها بتونن در یک حمله نظامی بحث اتمی ایران رو به پایان برسونن، ولی خب پاسخ به اون حمله نظامی یک تهاجم همه جانبه خواهد بود از سوی رژیم جمهوری اسلامی. خب اینها حماس و حزب الله رو به هزاران راکت مجهز کردن و طبیعتاً تهدیداتی هم از داخل خاک ایران با استفاده از موشک‌های بالستیک وجود خواهد داشت بر علیه اسرائیل و هم از کشورهای منطقه. بنابراین این مسئله به طور اتوماتیک یک جنگ تمام عیاری رو ایجاد خواهد کرد که طبیعتاً آمریکا رو دخیل خواهد کرد. اگر آمریکا دخیل نشه در این جنگ، اسرائیل خب خسارات بسیار زیادی می‌بینه، تأسیسات نظامیش و تأسیسات اقتصادیش. بسیار خوب، بسیار 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 روشنگر بود این توضیح شما. یک کوتاه ازتون بپرسم، شما فرمودین که تنها متحد استراتژیک آمریکا در منطقه اسرائیل، خب یعنی کشورهای دوست آمریکا در منطقه رو متحد استراتژیکش تلقی نکردید، مثل عربستان، مثل امارات؟ اصلا، چون این کشورها حتی حاضر نیستن اون زمانی که اسرائیل حتی قصد داشت از پایگاه هوایی از زفره در امارات متحده عربی استفاده بکنه، اینها از ترسشون حتی حاضر نبودن که حتی پیشنهاد یا حتی خبرش در رسانه‌های اسرائیلی هم گمانه‌زنیش منتشر شد، اینها حتی رد کردن سریعا از ترس اینکه به هر حال در این درگیری نظامی اینها هم اقتصادشون، امارات متحده عربی اقتصاد بسیار شکننده‌ای داره بسیار این تهدیداتی که جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه. ممنونم ازتون آقای تقوایی عزیز که باز در خدمتتون بودیم. هزاران اهل قلم فرانسوی، ایتالیایی، امریکایی، سوئدی، همین که به تاریخ میپردازن در مقابل علی بن ابی طالب تعظیم میکنن. سازمان ملل هم دستور رسمی داده نامه علی بن ابی طالب به مالکش در تبدیل بشه به منشور عدالت جهانی، به کل کشورها بگید اسلام اینه.
شب و روزگار خوش.